پی نوشت. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی: چالش نخریدن و به آتش کشیدن آدیداس باید در کشور فراگیر شود. در این رابطه میتوان به نشانه اعتراض یک انبار آدیداس را به آتش کشید. پی نوشت: بعد از آتش زدن سینما رکس آبادان و سینماهای دیگه و کاباره ها و سفارت ها و بعد از 40 سال رسیدن به آتش زدن آدیداس، معلوم شد این اعتراضا مخصوص چه کساییه. عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران: سعید مرتضوی بدون شهریه و شرکت در کلاس درس در دانشگاه آزاد تحصیل کرد و در عوض این رشوه دانشگاه آزاد به آنها سرویس های ویژه میداده. به دلیل ارتباط دانشگاه آزاد با اکبر هاشمی رفسنجانی، اصلاح طلبان در این باره سکوت کردند. پی نوشت: محمود هاشمی شاهرودی در جواب نامه عباس سلیمی نمین در سال 84 در این باره گفته بود: تذکر دادیم. مجازات رشوه در جمهوری اسلامی تذکره، البته نه برای ناخودی ها. مصباح یزدی: عده‌ای به این باور رسیدند که وقتی رئیس جمهوری انتخاب می کنند، ولایت فقیه برای چیست؟ پینه: بله درسته، اون یه عده فقط باورشونه، ولی باور شما اجرایی شده. وقتی ولایت فقیه هست، چرا رئیس جمهور انتخاب میکنن؟ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتح: کلاهبرداری از کاربران اینترنتی از طرف اپلیکیشن های صیغه یاب افزایش یافته. فردی با ادعای فروش اپلیکیشن صیغه یابی در عرض 2 هفته 200 میلیون تومان کلاهبرداری کرد. پی نوشت: خب تقصیر خود این کاربراست دیگه. وقتی نظام مقدس همه جا براشون امکانات افاف و صیغه فراهم کرده، چرا میرن سراغ اینترنت؟ سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی: برخی مسئولان به فکر لاکچری زندگی کردن و حفظ کلاس کاری خود با سفرهای VIP هستند. پی نوشت: چی؟ چری؟ کلاس؟ VIP؟ شما نماینده کجا هستین؟ فکر کردین با این کلمات مدرن میشید نماینده نسل‌های جدید کشور؟ علی خامنه‌ای، حسن روحانی، قاسم سلیمانی، فرمانده‌های ارتش و سپاه و نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و خلاصه هر کسی که نمیدونه تنگه هرمز چه شکلیه، تهدید میکنه که هر وقت شرایطشون تنگ شد، این تنگه رو میبندن. پینش: فانتزی این روزهای هیئت دولت. در جلسه هیئت دولت، روحانی رو به وزرا: به نظر شما اگه تنگه هرمز رو ببندیم دلار گرون نمیشه؟ جهانگیری: دلار که روی 4200 تومان ثابته. خنده هزار. روحانی به ترامپ: با دم شیر بازی نکن، جنگ ما مادر همه جنگ هاست. ترامپ به روحانی: دست از دیوانه بازی بردارید. پی نوشت: خدا خیر بده به حسن آقای روحانی که تو این وضعیت بد اقتصادی حداقل باعث خنده مردم میشه. جناب روحانی، اون شیر روی پرچم ملی ایران، حالا بازی با دم خرچنگ که کاری نداره. جمله صدام حسین هم درباره مادر جنگ ها تکرار نکن که نتیجش فقط به عزا نشستن مادر هاست. سردار سابق بسیج و سردار بیکار فعلی محمد رضا نقدی، رئیس پیشین بسیج، در نامه‌ای به معصومه ابتکار حضور 15 بازیکن آفریقایی تبار را در تیم ملی فوتبال فرانسه محصول فساد جنسی و سیاست ضد حجاب دانست. پی نوشت: حضرت سردار بیکار، این حرف شما رسما یعنی مادرای تمام اون بازیکن‌ها مورد اخلاقی داشتن. پس اگه اونا هم به شما که متولد نجف هستین بگن مادر لا اله الا الله، شما به جای نظرات ژنتیکی دادن بفرمایید در جهت بستن تنگه از بقیه برادرای لجنی پوشتون عقب نیفتید. پی نوشت: